درود وقت شما بخیر. مهمان من در گفتگوی ویژه اندپندنت فارسی خانم شکریه بارکزای سفیر پیشین افغانستان در نروژ هستند. با خانم بارکزای در مورد اهمیت حضور زنان در نشست های بین المللی در مورد افغانستان صحبت می کنیم. خانم بارکزای شما را خوش آمدید می گم. در آغاز می خواهیم صحبت ما را از اینجا آغاز بکنیم که در دو سال گذشته حضور زنان و ویژه فعالان سیاسی زن افغانستان در نشست ها و پلتفرم های بین المللی چقدر نقش عملی داشته؟ سپاس ما فکر می هر نشستی که در مورد افغانستان هست حداقل در جریان دو سال و سه ماه گذشته ما دیدیم غیابت مردای افغانستان و حضور پررنگ زنان افغانستان این ناشی میشه از فعالیت که زنان داشتن این ناشی میشه از متاسفانه سیاست زن ستیزانی که طالبا داشته و این ناشی میشه از تعهدی که زن بر پویایی و استادگی و باور به مبارزهشان داره البته این هم بسیار جای افسوز است که در هر نشست سخنانی که برای ما زنا گفته میشه و حمایتی که صورت میگیره در حد امو اعلامیه ها است گام های عملی کمتر دیده میشه اما با آن هم در شرایطی که افغانستان در یک وضعیت کاملا ناهنجار سیاسی به سر میبره باز هم من فکر میکنم حتی نفس دعوت و حضور زنان سوای از ای که دارای کدام نظر سیاسی و فکری هستند در نفس خودش یک دستاورد هست زنان که در عرصه سیاسی اجتماعی و مدنی فعالیت کردن در افغانستان در سالهای گذشته در دو سال اخیر که طالبان حکم فرما شده و در واقع حقوق زنان آزادی ها و امکانات زنان به طور کامل از بین رفته آیا این زنان از گوشه گوشه افغانستان و از طیف های مختلف جامعه افغانستان توانستن که یک انسجام عمومی را به وجود بیارن که وارد یک حرکت امکانساز یک حرکت واقعا تاثیرگذار شوند وقتی شما پلتفرم های منسجم بانوان افغانستان می بینین که البته اعضای ازی در داخل و برون از افغانستان است به گونه مثال AWCC ای ایتلاف زنان افغان برای تغییر Afghan Women Coalition for Change یا پلتفرم که به نام افغان Women Leader Forum است یعنی فورم زنان رهبر در افغانستان یا پلتفرم های سوشل میدیا یکی Stronger Together یعنی با همدیگر قوی هستیم و همچنان فعالیت ها و جنبش های زنان که در داخل و برون از افغانستان شکل گرفته اینا همش نمونه های بارزی از انسجام خودی زنا هست که بدون از اینکه حالا ما بیایم بگیم منتظر باشیم که یک آدرس دیگه بر ما آدرس بسازه ما زنا سوای تفاوت های فکری و سیاسی ما آمده این بر منافع جنسیتی خود هم صدا ایستاد شدیم در کنار هم دیگر و ما فکر میکنم امی جبر زمان باعث از این گپ شد هرچند ما اختلاف سیاسی در گذشته هم داشته ایم اما در بحث مسائل جنسیتی در کنار هم بودیم حال دیده میشه که در برابر اونهایی که زن ستیز هستن موضوع مشترک ما بیشتر مشترکات ماست که به هم نزدیک می در گذشته رهبران سیاسی مردان در افغانستان متهم به بودند بودن که نقش واقعی یا فرصت واقعی برای تصمیم گیری به زنان نمیتن این رهبران اکنون در بیرون از افغانستان پلتفرم هایی را ایجاد کردند که در واقع تلاش بکنن برای تغییر در وضعیت افغانستان و در آینده سیاسی افغانستان زنان در این پلتفرم ها چقدر نقش دارن من فکر می که آن یک چیزی که در غیب است و دی کمتر دیده میشه مردان با اونامو پلتفرم های مردانشان هست حداقل شما اگر چند پلتفرم سیاسی رو ببینین حضور زنان گسترده درش میافین و با وضوع درک میکنین که خب مردهای سیاسی به این نتیجه رسیدن که بدون حضور بانوان نمیشه سیاست پیش برد اما بان با هم ما فکر میکنم فعالیت بانوان به با حد چشمگیر هست که در حقیقت آنچه که مردان انجام میده به نظر درست نمیایه یعنی از نظر پنهان میمانه اگر شما مثلا ساختارهای تشکیلاتی سیاسی رو ببینید که در گذشته هیچ زن درش حضور نداشت اما حال میبینید حضور زنان هست مثلا شورای انقره یکی از نمونه های بارزش میتونه باشه البته ما به فکر نمی که کافی است دهی حد زنای افغانستان به مراتب توانایی و تحادشان بالاتر از او است که ما فکر کنیم حتما باید زیر یک چتر مردانه و مدیریت و رهبری مردانه اویت خود ثابت بسازند منفست جدید سیاسی در افغانستان به همت زنان افغانستان ترسیم شده و ما فکر میکنم مدیریت رهبری و توانمندی زنان هست که بالاخره این مبارزات سیاسی رو شکل میده در این صورت فکر میکنین که آینده رهبری افغانستان واقعا به دست زنان خواهد بود یا دست کم زنان نقش واقعی در آینده سیاسی افغانستان خواهند داشت بدون شک بدون شک وقتی ما از افغانستان جدید بحث میکنم وقتی من میگم که زنان در خط مقدم جبهه هستند وقتی من میگم زنان توانمند و قدرتمند افغانستان ها نیست ای آنچه که امروز در داخل و برون از افغانستان شما میبینید حضورشان هست و ما باور دارم که هیچ حرکت سیاسی بدون تایید حمایت و حضور زنان کامل و مکمل نیست ما نه جزیه میخواهیم نه هم دوست داریم که بر ما کس فکر کنه امتیاز میده در حقیقت اگر ما امروز در کنار همرزمان خود که مرد هستن نیستیم ما با اونا مشروعیت و قوت میدیم من قضیه رو برعکس میبینم اگر آینده سیاسی افغانستان طور رقم بخوره که طالبان هم بخش از او باشن که قطعا امکان از که طالبان را کامل از صحنه هست بکنیم و یک حکومت ایدیالستیک به وجود بیاریم این بیشتر نگاه به یک آرمان شهر است اگر طالبان هم در این حکومت واقعی حضور داشته باشند آیا باز هم زنان فرصت رهبری خواهند داشت بنظر چرا نه چه چی چیزی ما, ما, ما، بیشتر به آرمان شهرها فکر میکنیم و بین به حقایق ببینین بنگرین دقیقا بحث من است که اگر از آرمان شهر بگذریم و یک واقعیت فکر بکنیم که حالا طالبه نمیشه از افغانستان حذف کرد مگر آیدیا طالبانی تنها در نزد طالبان موجود بود شما اگر به افغانستان سی سال قبل سفر کنین یا سی و چند سال و یا همه تا در جریان 20 سال که حضور نیروهای خارجی در افغانستان بود شما زیر پست اکثریت مردهای افغانستان دید طالبانی رو میبینین مسئله است اما, اما با وجود دید با وجود قوت امو فرهنگ و امو دید جنس دو نسبت به زنان زنان ایستادگی خود داشتن و دستاورت های خود داشتن هرچند که قدرت سیاسی به مردان سپرده شده بود خواست مایی است که مردم افغانستان در پهنا و روشنایی آنچه که حقایق افغانستان است مردان و زنان افغانستان برن به پای صندوقهای رأی و فارغ از اینکه کی بر ما رهبر در کجا تعیین میکنن از رای خود استفاده کنن ما باور دارم که اونو وقت است که شما قوت زنا را میبینین و توانایی های را وقتی پروژه سیاسی از قبل نوشته میشه و مردانه نوشته میشه و توسط مردها عملی میشه وقتی دین مردانه قرائت میشه و برای زن ستیز پالیسی از او کار گرفته میشه و برای تجارت کار گرفته میشه دیگه امروز نسل جوان افغانستان و مردم افغانستان به یقیقت پی بردن و دیگه تسلیم نمیشن و می خاطر است که من فکر میکنم امروز نسبت به گذشته ما بیشتر امیدوار هستم به درزه که خرد جمعی و درک از وضعیت بدون شک سطحی نیست وقتی که امروز افغانستان است به یک زندان بزرگی از مردمان سرزمینش تبدیل شده اما من هیچ گای نمیتانم تفاوت بین ترس، حراس، رب و وحشت مساوی به امنیت بدانم دقیقا و فکر میکنین طالبانی که امروز با گذشت دو سال در حال که دارن به انزوای سیاسی کشانده میشن و هیچ گونه مشروعیت بین المللی و دست ناوردن که میشه یک حرم فشار تلقی کرد ولی هنوز هم پابند هستند به دستورهای زن ستیزانه و هنوز هم پابند هستند به اینکه که زنان را در پستوی خانه نگه دارن. اگر در آینده سیاسی افغانستان نقش داشته باشن آیا تغییر در ایدئولوژیشان به وجود آید؟ ما شما فکر نمیکنید که این نقطه قوت زنا هست؟ هر قدر طالبا بر ما ظلم کردن به مو اندازه ما منسجم شدیم هر قدر اونا ما را حذف کردند به مو اندازه صدای ما بلندتر شد به هر تعداد که اونا در براندازی صدا و سیما و فکر ما حتی در رسانه ها کوشیدن و ما اندازه تعهد ما بیشتر شد پس میبینید نتیجه فشارها برعکس برون داشت و این تراوت و این تراوش برون از آنچه که تبعیض هست در بین ما شکل گرفته ما فکر میکنم که قوت ما هست نسبت به آنچه که سیاست طالبها است. طالب امروز اگر بر ضد زنا فرامین و چی شفاهی چی رفتاری و طرز العملای را برون میتن که بیشتر از صد هست در بخش امنیتی سیاسی اقتصادی به ای ندادن در حقیقت نو حراسشان از توانمندسازی زنا هست نوع حراسشان از حضور و مشارکت زنا هست و می خاطر از که اونا تمام فشار خود متمرکز ساختن سر حذف زنان افغانستان در کنار از این ما را حذف کردن افغانستان ای فشار و ای اهرم فشار ما را به اون پختگی رسان که بالاخره از کاربون به الماس تبدیل میشیم بسیار و اگر بریم فراتر از افغانستان بریم به نشست های سازمان ملل متحد آخرین نقشه راهی که دبیرکل سازمان ملل متحد پیشنهاد کرد پس از گزارش ارزیابی همان سازمان ملل در افغانستان در اون نقشه را اولویت ها بیشتر روی مسائل امنیت و اقتصاد بود و تاکید شده بود که یه تا پروژه های توسعه‌ای در افغانستان از سر گرفته شود و برای اقتصاد مردم افغانستان اما بحث حقوق بشر و زنان به نحوی تلویحا در عقب گذاشته شده بود در گام دوم گذاشته شده بود در چنین حالتی آیا فکر میکنید که بحث زنان و نقض گسترده حقوق بشر در افغانستان هنوز در اولویت سازمان ملل قرار دارد؟ آیا یک اولویت واقعی است یا فقط در حد قطنامه ها و ادامه ها؟ بله اولویت واقعی هست به از که آپارتاید جنسیتی جرایم بشری و جنایت علی بشریت در افغانستان و رسیدگی به جز مسئولیت های در اول سازمان ملل متحد است. ای که اونها در یک گزارش بهش نمی پردازن. اما شما وقت گزارش های دیگر رو می بینین تتر اخبار ملی و بین ملی همو آنچه که در افغانستان جریان داره میتونه باشه بدون شک سازمان ملل خواست بسیار زیاد برای طالبا سفید نمایی کنن اما با تمام سفید نمایی هم که اینا خواستن بکنن از حقیقت شیطانی و رفتار غیر انسانی از اینا نتانستن چشم بپوشن وقتی شما بحث مشروعیت رو میبینین باز هم وابسته میشه به چگونگی جایگاه حقوق بشر سازمان ملل متحد هر قدر هم که بخواید طرفه بره از اصل ارزشهاش باز هم نمیتونه در این قضیه عقب گرد داشته باشه اونا هم مسئولیت های را دارن هرچند من فکر میکنم گزارش گزارشگر ویژه در امور افغانستان در نهایتش به خاطر یک پروسه سیاسی رو اندازی شده بودن خاطر شما میرین بحث مواد مخدر بحث نوع تعامل و بحث امنیت به اصطلاح خودشان اما جالب هست اگر طالب قدر خوب است چرا مو اونهایی که طالب در دامانش پرورش دادن و دنیا آوردن بزرگش ساختن و بالاخره فروختن شده بازار اونها هنوز طالبه به رسمیت نشناخته اونهایی که شایسته دوستی و رسمیت شناختن کشورها نیست به هیچ عنوان با عنوان حاکمان سرزمین نمیتونن باشن سازمان ملل متحد هم به زودی میتانه پالیسی خود عوض کنه و از سفید نمایی ها دست بکشه هر چند که سفید نمایی ها و هیچ عنوان نمیتانه هیچ کشور را وادار بایی کنه که با, طالب با طالبا در تعامل باشه تعامل اصلی با مردم افغانستان هست خواست ما دادن قدرت به مردم افغانستان است من شکریه بارک حالا قدرم که مردم افغانستان تعیین کننده سرنوشت سیاسیشان باشه نه ما نه طالب با توجه به نشست های اخیره که وجود داشت از جریان های مختلف سیاسی افغانستان در کشورهای مختلف فکر میکنین که و همچنان البته نقشه راه دبیرکل سازمان ملل فکر میکنین که تغییر در آینده سیاسی افغانستان در چقدر آینده دور یا نزدیک امکان پذیر است؟ آیا خیلی دور است؟ متاسفانه 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 افغانستان آبستن حوادث حولناک و دردناکه هست این حوادث وابسته به خود مردم افغانستان و جغرافیای افغانستان نیست تقسیم شدن دنیا به بلاک های قبلی و دقاط شدن قدرت در نهایتش افغانستان دوباره به میدان معرکه قدرت های بزرگ می کشنه و همچنان فعالیت آزاد گروه های تروریستی در داخل افغانستان فعالیت آزاد مواد مخدر فعالیت آزاد سازمان های استخباراتی در افغانستان حریم اوایی غیر قابل کنترل افغانستان و ای زد و بند هایی که انوز هم چه در بین طالبا و چه برون از او وجود داره واقعا نگران کننده است وقتی من به این فکر میکنم که چل هزار انتحاری دیگه قرار است ساخته شود که البته ساخته شده از سی پنج هزارش کسی که به نام امیر مومنین هست از طرف ملاحی الله و پنج هزارش هم در دامان شبکی حقانی پرورش یافته اینا به کجا کار گرفته میشه؟ دیگه تا افغانستان نمیتونه چل هزار انتحاری رو بپذیره اینها تولیدات ناخالصی هستند که بر برون از افغانستان کار گرفته میشه و این تولید متاسفانه 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 عواقب بعد از این تولیده با افغانستان جغرافیایش و مردمش هزینهش میپردازه و این واقعا دردناک است ما امید میکنم که مردم افغانستان سوای از اینکه کی در کجاست و عمق فاجعه پی ببرن و قد علم کنن بر ضد آنهایی که بالاخره این سرزمینه و میدان قدرت های جنگ های نیابتی تبدیل می و این خطرناکتر از گذشته است این فراتر از جنگ قومی است فراتر از جنگ دوره طالبا با حکومت هست پس در این صورت آینده که برای افغانستان روشنید ببار بار بیاره آینده که برای زنان افغانستان و کودکان افغانستان روشنید به بار بیاره خیلی بعید به نظر میرسه من نمیگم بعید هست ما باید توانایی را داشته باشیم که چالش به فرصت تبدیل کنیم هیچ چیز بعید نیست دشوار هست اما ناممکن نه سپاسگزار هستم خانم شکایه بارگزای از اینکه با این فارسی هم را شدیم سپاس از شما